د عبد الله عبد الله او اشرف غنی احمدزی ته ټاکنيزو ډلو ترمن د اختلاف لامل له پروندری بجوڅخه تر نن وخت پورې د پیارای شمیرنو بهیر درېدل وو ویل کېږي چې د دووړو ټاکنيزو ډلو ترمن اختلاف هغه مهال راپورته شو چې د عبد الله عبد الله ټاکنيزو ډلا دغه راي دوی باطلیدو غوښتنه وکړه چې په صندوقونو کې لښپاکسو ډيري راي پانه اچول شي وي چې د اشرف غنی احمدزی ټاکنيزو ډلا دغه دغه لړۍ تحریم کړه او ترنه نا وخت ته پوره درېدلې ودغه لړۍ خو توډواړو ټاکنيزو ډالو ترمنس اختلاف او دیو نومان پری کون یا تحریم د رای شمیرونو شمیرین لی بیا بهر سره په تاسې مال را پورته کیږي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا زنګړی استاد جیمز ټوبن په کابل کېده او په دغه مسله باندې د ولسم شراہمت کړی سره لیدنه او خبري کړې دي سلام وخت بخیر ژا پور بختيار ممتاز ټاکني خبرونې دي کوم کې است په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د کابل په انتون استاد خغلې رحیل فرمولي د روخانه ټاکنو د بنسټ مشر خغلې محمد نعیم ایبزاده د ولچل کې خغلې کمال ناصر اصلي او, او د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټاکنیزي دلیل غړې خغلې عبد الله پویان تاسو سره مشه بس بخیر اغه پویان سه پهل کې تاسو راځم او غواړم پښتنه وکړم چې آی ا میار شتون لري ولکيږي چې ځینې میارونه په پا پام پا پا کې نیولشي وي چې دا غو میارونه پر بنڅټ پاندي پاک او ناپاک پا 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 راي سره بیل شي اختلاف په اوله را پیدا کیږي چې دیو نومان د لا فرمایش ورکيو چې دا صندوقه باطل شي او دی بول نومان د لا وایي چې نه باطل دي نشي کچېری میار او میکانیزم شتون ولري بسم الله الرحمن الرحیم ز فلملی سر کې د میز محترم ګډونواله ته او د تلو تلویزیون محترم لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو د افغانان شریف خلک په دې باندې خبر دي چې د ټاکونو د دوام د اور ټاکونو وروسته یو څه مشکلات پیدا شو په پروسه کې یو د اصلاحاتو هم پالنې ټیم د پروسه رمقاطع وکړله متاسفانه په دغه دوران کې یو څه بی‌اعتمادي منځ ترغله چې هغه تروسه پورې هغه مخبل تاثیرات متاسفانه پاتې دي نو یو خود پروسیسر چنده پروسه نوي ده او موږ په یو نوي فړاو کې یو چې پاره کې د ملګرو ملتونو د زینی د اروپאי هیودونو متخصصین او داسې زینی بهراني ناظرین پکې شامل دي او دا پروسه د نشټه نه عام صحري هم د تحصیل حاصل نه چي دي او آه هم په دې پروسه کې شامل دي نو دا پروسه هم یو څه د افغانان د پارا نه وې دا بل په ټولنړی کې تاسو پیږی چې دا د لومړي ځل د پارا دی چې سلفی ساده رائے بیا تفتیش کیږي زه فکر کوم چې یو څه د روسي سره د بلدي هم دا څه چې پېتی وات کې سابقه نه لري پدې توګه باندې څه پوسلو کې رائے لسره بیا شمیرل شي وی سوال دا دی چې اوس کله چې رائے بیا تشمیرل کیږي ولکي چې تقریبا 100 پښتني دي یا 100 <تص> میکانیزم په پام کې نیول شي چې د دې په پام کې نیولو سره راي باید وڅیړل شي او ځلته ول اختلاف پیدا کیږي د دې ډلو ترمنځ ما خو مخه تاسو ته عرض کوم چې اختلافات ډیر میقن دي او هغه څه څنګه چې مثلا اواز د عرض مدد دی چې هغه څه چې کلکل د اوازې هم لا اصلي مسایلو سره ډیر نږدېواله نه لري پروسه بیرته شروع شویده زین تخنیکی مشکلات ته ډېره سراحت سره ځویم اغه حل شوه دی ان شاء الله تعالی دا پروسه به نور د خن سره مخامح کی آقای ابزاده مشاهدین و ناظرین شما که گزارشات را در دست دارند چی میگن مشکل در مکانیزم است یا مشکل در ناظرین هر دو نامزد است یا نمایندایشان از که نوز نابله هستند با پروسه که چون مشکلات مواجه میشن یک روز یک و نیم روز پروسه توقف پیدا میکنه باز شروع میشه اگر تا آخر این گونه دوام کنه شاید ماها دربار در بر بگیره پروسه بسیار تشکر سلام خدمت شما مهمان عزیز و همچنان بینندگان گرامی که امید قمر تماشا میکنن این مشکل دو بود داره دو بخش داره دو عامل یک عاملش این است که ابهامات باعث شده که همچون مشکل ایجاد شد دو زینفه بودن در پروسه باعث شده که با همچون مشکل مواجه شدیم ما در هر نهادی که یک پروسه را آغاز میکنیم و یا یک بازی آغاز میشه باعث قاعده بازی در اختیار همه قرار داده شده که هر کدام مطابق قاعده بازی بتوانند کارای خود پیش ببرند بازی کنند که خلاف نشه و بالاخره بازی به چالش مواجه نشه ما در, در قبل از اینکه پروسه تفتش آغاز شد اگر چه استقبال کردیم ما نگران ازی بودیم که طرز عملی که برای پروسه تفتیش در نظر گرفته شده هنوز هم متاسفانه در میز کمیسیون مستقل انتخابات تصویب نشده بلده. و در اختیار همه قرار داده نشده که حداقل بتونه یک راهنمود خیلی خوب برای پروسه تفتیش باشه خود از یک ضعف است نقطه نظر مدیریتی که ممکن زمینه را بر مشکل فراهم میکنه مسئله دوم مسئله زینفه بودن از در پروسه بدون شک با احترامی که دارم و همیشه بازیگرای هستی پروسه ما یاد کردیم در صحبت های خود که نه بازیگرای با اصلی پروسه هستند ولی به یک نحوی در این دور معلوم میشه که نقش رهبری را در مسائل انتخاباتی و تکنیکی دارن و تا جای با نقشی که برای داده شده نقش کمیسیون مستقل انتخابات تضعیف شده و هر لذی اگر بخواین موافق نباشند که نفشان درو دیده نشه امکان دارن پروسه را با چالش مواجه کنن حالا یک طرف پروسیجر آماده نیست نیست که مطابق پروسیجر کار صورت بگیره بله. از طرف دیگه مساله زینف و اینا ایجا مطرح است که شاید کاندیدا تعداد آرایی که مشکل می داشته باشه فرق نمیکنه هر دو کاندیدا محترم که بهشون احترام دارم شاید به نفعشان تمام نشه او زمان بگن که این میار درست نیست و باید میار دیگه باید اوجا باشه یا امضا باشه یا بالاخره شست باشه و بسام مسئله تکنیکی دیگه چیزی که بسیار مهم است برای کمیسیون مستقل انتخابات که کمیسیون به عنوان نهاد مدیریت کننده رهبری فعالیت ها را به بگیره و در ضمن مسئولیت حقوقی کاندیدا را و نماینده های کاندیدا در مقابل پروسه قایم شما میگین به باور به نظر است که تاکنون اخص معلوم میشه که پروسه روان تکنیکیش به دست هر دو نامزد است چی را میپذیریم چی را نمیپذیریم باز مذاکره میکنیم دوباره به پروسه داخل میشیم شروع میکنیم عین قضیه است فعلا دقیقاً من شخصا به یک شهروند نگرانی مورد هستم و با همچه کار نقش نادای انتخاباتی تضعیف میشه امیدوار هستم که کمیسیون مستقل انتخابات امروز تا مشکل حل شده امیدوار هستم که هر چیز اوتر تلاش کنه چیزی به نام اصول رفتار هر آنچه که تفاهم میکن روی یک سلسله هایی که پروسه تفتیش صورت بگیره و طرز عملی که بالاخره پروسه منظور شما این تفتیش که فعلا صورت میگیره تفتیش هوایی کدام پروسیجر موجود بلد. نیست که هم نماینده ناظر هم نهادهای ناظر که اصلا ببینن مطابق از او که امی رای که باطل میشه درست مطابق با پروسیجر است یا خیر یا رای که شفاف حساب میشه مطابق با پروسیجر است یا خیر ببین بس هوایی یک بس کاملا متفاوت است ما در گذشته هم پروسی تفتش داشتیم تو نیست که چیز نو بوده باشه اما تمام موارد که مورد تفتش قرار میگیره یک چیز نو در انتخابات افغانستان شاید هم سابقه نداشته باشه ما مثلا معلومات از گذشته استفاده میشه برای که پس تو شگونه صورت بگیره. ولی برای پروسی مختص بسیار مهم در عملی که روش کار صورت گرفته بود مسائل میارهایی که از جامعه جهانی بوده میارهایی که دو کاندید محترم روش تفاهم کرده بودن که هم فکر میکنم دو سه میار مانده که تفاهم و کلی از آدرس کاندیدای محترم صورت نگرفته که اون میارم هم شامل همی طرز عمل میشد و این طرز عمل نهایی میشد و برای همه در اختار قرار میدادن تا ای که این میتونست یک رهنه بود خوب برای کارشان میبود حالا بس اصلی چی هست؟ بس است که کمیسیون مستقل انتخابات باعث یگانه مرجع برای که کدام رای باطل ایران شود کدام رای باطل ایران کدام نشانه یا علامه دقیق است کدام علامه دقیق نیست کمیسیون محترم مستقل انتخابات باید یگانه مرجع باشه که مورد مشخص کنه و البته با داشتن مسائل حقوقی و اسناد بله. حقوقی و در زم حضور ناظرین جهانی که اونا هر کدامشان یک نفر در یک میز اونا اونجا توضیف کردن اونا نظراتشان باید در قضاوتی که کدام رای میتونه سیاه باشه کدام رای میتونه سفید باشه باید ازش استفاده صورت بگیره ما فکر میکنیم معلوم میشه با مشکلی که دیر رخ داد اگرچه خوشبختانه پروسه تفتیش بسیار خوب آغاز شد با حضور گرم ناظرین با یک خاص از طرف کاندیدا و همه دستان کارا ولی معلوم میشه که رهبری پروسه و رهبری مسائل تکنیکی عطا به دست کاندیدای محترم است صادقانه باید گفت که حتی تلاش یعنی, یعنی یک نوع معاملات وجود داره که ناظرین ملی مثل نهاد تیفا و بقیه نهادهای دیگه در روز از حضور نداشته باشه تا صحبت متعدد ناظرین ما از نمایندگان کانیدا شنیدن به این که نا فکر میکنن این حس ملکتشان بیشتر نسبت به پروسس در مقایسه با بقیه نهادهای دستاندارکار در حالی که پروسه انتخابات بر میگردد به ملت افغانستان و اینا از خود شجاعت نشان دادن هی مفقد نصیب کانیدای محترم ساختن امیدوارم که کمیسیون نقش خود درک و و و اجازه نده که سرعتش تضعیف شه با همچون مشکلاتی رخ میده در استاد چی فکر میکنید زمانی گفته بشه که مشکل میان دو نامزد پیدا شد بی پیدا شد بالای کمیسیون های انتخاباتی بالاخره تصمیم به گرفته شد که ناظرین جهانی حضور داشته باشند و در حضور آنها ایارا دوباره تفتیش شود حالا ناظرین جهانی و بین المللی حضور دارند باز چرا مشکل پیدا میشه آیا اونها را کسی نمیگذاره که اونا تصمیم یا یک اونا تجربه ندارن که در کدام کشور 100 درصد آرا دوباره با شماری شده باشه تفتیش شده باشه با می حساب اونا خاموش هستن به نام یاد خدای بزرگ عرض سلام ادب دارم خدمت شما خدمت مهمانای معظم شما بندگان خوب تلویزیون شما در این شک وجود نداره که در اولین بار است ما فکر کنیم در تاریخ دنیا آرا انتخابات 100 فیصد میره طرف شمارش که میتونه یک چیز کاملا جدید باشه با باور ما مشکل اساسی میان دو, دو, کاندید محترم و کمیسیون مستقل انتخابات موضوع چکلس یا مود طرز عمل است که بر مبنای اون مود طرز عمل ار دو کاندید محترم یا میشه بگویم ارسه طرف که کمیسیون تا کاندید محترم روند شمارش آرا را به اصطلاح پیش می بردن ای کاش اینا قبل از اینکه میرفتن طرف شمارش آرا قبل از اینکه میرن طرف اونمو اوراق نتایج یک بار بالای طرز العمل اینا یک توافق کلی ایجاد می شد میان دو کاندید محترم و کمیسیون مستقل انتخابات بعد می طرف موضوع تا جایی که ما حرفا را می شنویم ما فکر می کنیم یک سلسله تفاهمات یک سلسله مشکلات میان دو کاندید محترم و کمیسیون مستقل انتخابات در ارتباط با طرز اینه یعنی شمارش و تفتیش آرا وجود داره هرگاه طرز ایجاد میشد و هر دو کاندید محترم به شمول کمیسیون محترم مستقل انتخابات یک توافق کلی میانشان ایجاد میشد و اونم طرز العمل ایجاد شده مبنای تفتش و شمارش شمار شورا قرار می گرم. من فکر می یک سوال دیگه متوجه می کاندیدا میشه که وقت طرز العمل وجود نداره هر دوش توافق نکردن با اساس چی رفتن طرف شمارش شورا باور شخصی من است که کمیسیون مستقل انتخابات یک مقدار در دا این راستا میشه بگویم از اجله کار گرفت ای کاشینا میتونستن یک طرز عمل نهایی میکردن و این طرز عمل نهایی شده میان دکان. کاندید که که اشاره کرد که تفتیش یک روند معمول است اما ده مرکز یا 15 مرکزی را که یا اینا تفتیش میکنن نمیشه اون طرز عمل بالای کلش عملی بسازه؟ من فکر میکنم مشکلاتی که در افغانستان داریم وسط مشکلاتی که در انتخابات 93 در افغانستان بود ایجاب میکنه که ما رو یک طرز عمل کار بکنیم که توافق جانبین داشته باشه این زمانی که ما میایم واژه توافق جانبین مطرح میکنیم اما کمیسیون مستقل انتخابات و هم دو تا کاندید محترم توجه داشته باشین عمق مشکلات و پرابلم ها در انتخابات نوازی و پیمانی است که یک طرز عمل جامعه را می طلبه که حداقل شناسایی بکنند رئیس سفید از رئیس یا رئی تا نمو رئیس سفید بتوانند میار تعیین زمینه‌بندی سیاسی افغانستان باشه هرگاه کاندیدای محترم طرز عملای را پیشکش میکنن یا نقاط را میخوان شامل اون طرز عمل بکنه من فکر میکنم که اگر منافع ملی شهرونده افغانستان ده اون طرز عمل تثبیت میشه میتونه اون طرز عمل رای پاک از رای ناپاک جدا بکنه میتونه بس لا ذریب مشروعیت نظام مدنی سیاسی افغانستان را تضمین بکنه باور می است که کاندید محترم باد بپذیرند و طرز عمله به اون قوی بسازن طرز عمل به اون پیمانه بس درست و مستحکم بسازن که جاوی آن همه مشکلاتی که ما در انتخابات داشتیم چرا ما یک وقتی آغاز کنیم در آغاز پروسه چیز نمیگیم داخل پروسه که شدیم باز نیاز به یک طرز عمل قوی پیدا میشه دلیل در چیز یعنی احساساتی عمل میکنیم ما پیش میریم بالاخره با مشکل مواجه میشیم یا اینکه که فکر میکنیم همه چیز ساده است همونطور. ما من هست یک شهروند دو تا مشکل اساسی دو تا فاکتور اساسی را در انتخابات نواسه به اصطلاح داخل میدان که میتونه مشکل آفرین باشه در انتخابات مردم افغانستان یکی عدم موجودیت اراده قوی در حکومت افغانستان برای نهایی شدن روند انتخابات در افغانستان دوم متاسفانه جانبداران عمل کردن خود کمیسیون محترم مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی در انتخابات افغانستان هرگاه کمیسیون محترم مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی میتانست بسلا فضای اعتماد میان کاندیدای محترم بفر بکن امروز ما به مشکل مواجه نمیشیم. ببینید یک بار یک کاندیدای محترم می مقاطعه میکنه کمیسونا را به میشه بگه متهم یا به اساس اسنادی که راه کردن محکوم میکنه به جانب داری این خودش میتونه سوال خیلی زیاد ایجاد بکنه چرا کمیسیون چنین فضایی ایجاد کرد امروز که تیم تیم تحول تداوم از روند می خایه خارجه به نظر میام یک سری مشکلات بر میگرده با کمیسونای محترم مستقل انتخابات که وظایفشان در مقاطع مختلف به اساس نیازمندی های اونم زمان انتخابات ناندرو ساندروس تای ور وکنه تشکر اوسنی سپیا او تی بی باوري مسله د اوس تی بی باوري مسله د تر رسیدل دي چې یو شمیر بنسټونو چې د مناظر بنسټونو په توګه باندې کار کړي کایي بځا اشاره وکړي دوی باندې هم بی باور دي او دوی باندې باور نه لري دلیل پڅکې ده ار ته بی باور شي فکر کوي چې دا پروسه تخنیکی پلان او اوس د سياسي پال او تاول چې بل اخر د دوه نومندان وستاځي کینی په خپل منس کې پریکړه او کېدارای سید او دا سینه ده, ده یعنی د کمیشن پریکړه د نورو پریکړو ته د منلو وړ نیوی بسم الله الرحمن الرحیم دا هر سنه د دم مخه تاسو د میزګډنوالو د المرتل نیوز ټلویزیون کتونک تنکې له احترامادو وګورئ راسي مخک دي دینه چې سوال ته ځواب وویم په کلیولې لهجه به ځواب ورکم اصلن ستایس سوال ته د کلیولې لهجه د دوستانو دو د کتون کوم خو کیږي خو شاید زین خلک ورڅخه هغه مفهم هم واخي په افغانستان کې قانون جوړونه د قانون د نوم نه استفاده کول د نهادونو جوړونه او په نهادونو کې د استقلالیت ادعا کول دا ټول اصله مظهر خبرې دي زکدلته دلې دل او ډلبازي دل او هغه اغه اغه گروپونه چې په ډېر شکلونو کې د افغانستان په سیاست کې په مختلفو نمونو دخيلي دي نن هم نن هم په دایرلس کلونو کې چې د څومره د 200 زور او قوت ورسره دی تر څو د دوی په ګټه نیو هیڅ نو قانون نمنې ټول قانونین د خولاند کیږي هیڅ شي نشته په دی, دی, نشت دی وطني کې صرف د دوی په ځړه به حرکت کوي او یا به هم دیو قوی او دیوی دی قوی, دی قوی امنیتی مرجه څه د ټوپک په زور دوی ته وایي چې وروردا به منی د مرقبي مرجع موګنلرو متاسفانه زموګ امنیتي اورګانون اهم وشل شيوي دي په دوړلو باندې یا په درې ډلو باندې او هم دا ډول داسې مرجع هم نشته چې په یو طرف باندې په زور اومني چې دغه بمني غني تاسو وګورئ ترپرونو راځي پوری کله چی نظارات صورتمومي د ټکمار خپل دغه د یو څوک چيزي د یوره ټکمار کوي د یو چا په ګټه باندې زه فکر کوم چې څه پارک کوي حالت د ټکمار سوادسي وک حالت د په په لک کوچ نه غون دی وکالت د امزا ورته وکړه دی یو چا د نوم بصنګي فرق نه شته مګر پرون په دې باندې هم جنجال و په کمیسیون کې چې د ډاکټر اشرف غنی د پاره یو چا امزا کړی و چې دا وای باید بطل شي ولی امزا کړی وای تک مات نه شته دی په دغه ډول مسایل باندې یعنی په خپل زړه باندې رائے شمارل غوړي دواړه ټیمونه زموږ بدبختي دلته ده او دغه قوانینه حدونه هم نه لري تیفا او فیفا او د نور دوستان هم دوی هم به طرف خلک نو او په دې په دې دغه کې په دې انتخابات کې دوی هم ځانګړی کړی دا کني وي خو بیا ای زورت مثالونه ورکوم راوړم چې مختلف صحاتو کې دوی ځانګړی کړی یا دې کاندید سره ولارد بل بل کاندید سره ولارد بدبختي زموږه دی په وطن کې ده دا دا, دا کلی ولی لفظ و چې ما ورته استعمال آغا لاسلیک کرمزه یکړه ده اوس څه کینه کوم د تخوبات پروسیجر شتون ولریکنه د امزاد پر پروسیجر به وي چې چا امزاد کړه ورای باطلت کوي صحیح ده اوس رازم څه دا پریکړه باطل فکر کوي چې د نومندان او ناظرین یاستازي وکړي اوس رازم س... سوال جواب ته کلیوالي خبري ختمې شوې به خنه غواړم زه خو خفندم چې دوستان دلته خفنه کوي اصلا په افغانستان کې کله چې قوانینو د قوانینو تطبیق مو خبرت دي قوانینو تطبیق ته احترام وکړو په اینه حالت کې د نهادونو د تصیف د فارق د پر کارو نکو د نهادونو د پیوړتیا د پر کارو کوو په هغه صورت کې موږ هم طرزال عمل په هغه ډول لکه څنګه چې په اول وخت کې خبره پکېږي منو لکه څنګه چې تفاهم پکېږي منو او لکه څنګه چې په فرعي قوانینو کې زموږ د انتخاباته قوانینو کې کمچې مشخص شوی دی د حقي منلو ته چمتوالې څرګندو په هغه صورت کې په هغه صورت کې موږ کولای شو چی پزان باندې قانونین تطبیق کو او راشو تر زلمه تر زلمه نو ته اوسو غره مو کتلیلیو د د ټوله د انتخاباتي پروسي د بیا تفتیش ته پر کله چې صندوق خلاصيږي م... فکر نه کوم چې پټک مار باندې هم امکان لري په تر زلمه کې دا وي چې په یو هداقل په یو لاس باندې کم ټکمارونه شي وې یا يم زګانې شي وې او یا هم سوځيګانې شي وې په یوه لاسو هغه په جنډل کېږي یو انسان ناشته و درې کېږي تر څو چې تره منل تخنیک نیو ده دا یقل پوسټر ګو هم معلوماتي په زینو ساحاتو کې چې دا سره مشابه دي او کدو یو غړي چې قنات سره وکړي خو پدې باندې دی فکر نه کوم چې پاول کې بحث شوی چې دا ټک مار دی کوم نه وي په دغه اندازې دی 200 سانتی متر دی سواد سید په څېر ډول دی دغه غلطه دغه د آین چا څو غړي خپل عين په خپل آینه کې هرڅه ویني و سراځو دی ته چې اصلن زموګ مشکل په بل ځای کې دی اساسي مشکل دغه دی هر هغه تعهدات ما هدي چې په افغانستان کې د جرګود لارې په تاریخ کې د یو چا سره کوي جرګه په پجرګه کې تفاهم ور سره کوي وروسته که هغه تر اخیره ورسره ونه منی دا دا په داغه په داغه نیملار کې هم تپريخو شی دی شیلہ که اوس چې موږ د تفتیش مسالې ده لس مورز بیا درته وای یو د تلیفونونه دا څنګه شمنه خبرند په جرګه کې دا اصول دی کل چ صلاحیت واک چاته ورکه په جرګه کې یو هغه نوستانه نظر ته نګري خپل پریکر کې ځکه دوار لور صلاحیت ورکړي بل اجازه نه ورکه چې جرګه په منځ کې تخابري وکړي هو دغه نړیوال ناظرین چي دي وس خصایات دوی د دوی په میار وټا کې رائے باطلې کړي رائے شفاف او ناشفافي بېل کړي ول نومانده ان تو وخت ور کې دوی اساس تا وخت ور کې دلته دلته زستانه سره موافقه هم دلته باید نو نامه په خپل کم تر عمل چې دوی ور سره پیمزاګا نکړي د تفاهمې کړي د عامره د لوی په خپل دوي کډ داکټر عبد الله او داکټر غني وځي هم ودوزی خارجی ناظرین باید موجود وي زکوسې فیصله پاندې ډول کړې ده سره و دې بررسي کې د انتخاباتو د کمیسیون سره مشترک پر پروسیجر باندې د دوه نوماندانو لاسيک توافق واخست چې در سره په دغه پروسیجر باندې مخته وي آیا دا صلاحيت به یونما کمیسیون هم لري چې د پروسیجر پر باندې یو بل ماده یا زیات کې حکم کړي چې دا راي د مصبيکه باطل حساب شي او دا دي یا شفاف حساب شي د خپل په خلاف د وصوله کاملاً خلاف د وصوله او د سې چې ورته ګوري دغه اکثريته قوتونه کوشش کوي چې د انتخابات بدام شي اوس هم په دې مرحله کې او د انتخابات سر ته ورسېږي بیرونی او داخلي بیرونی او داخلي بیرونی قوتونه هم دلتلاس لري فکر کوي غوړي چې مشکل پیدا کوي چې بیا پروسسونه با سره با باورمند يم په دې باندې ز باوریم په داخلي کې هم د سیاسي اشخاص موجود دي او ګوري تاسې په کم ساختار باندې چې بحث کړي بکم اجرایی ریاست باندې چې کوم بحث کده هغه اجرایی ریاست لکه د روسی کم حکومت په حکومت کې کم په نظام کې کم ساختار چې موجود ده ده دی د اجرایی ریاستي صدراتي هغه د ډاکټر نجيب په وخت کې هم په افغانستان کې موجود مننن هم د لوړو ذکرو د قانون صفهي چراړولي په کمیسیون کې التلې کېلو په هغه وخت کې سلطان علي کشتمند د وزیرانو د شورا اجرایی رئیس پاسبینان اماغه مسالیتہ کومګه بیرته وروم ګرځو حماغه ډول ری اجرایی ریاست شاید چا ته قابل د قبول نه وی پسبینان دغه جنجالونه په لوی لاس باندې د مختلف حلقو لخوا دی وی حلقې لخوا نه د مختلف حلقو لخوا ورته جنجال لا ډیر شي ډیر شي ډیر شي ترڅو موږ بیا هم همداسې په یو بنبست کې او یا یا یو په موقته د راک یو دوه کال نور هم دلته منکه پوینټ سپار کوم رو په ټوله چې سیده لږی چې په دې باندې هم جنجال او اختلاف پیدا شي او چې په صندوق کې شپکسونه ډېری راي پاني اچول شي وي اوس فکرنه کوم دا خو خاره خبره ده چې صندوق به شپکسونه راي پاني ولر کل شي ډېری یا غا باطل دي دا اختلاف واقع ته پڅ کې وو ما خلنه چې سوال ته ځواب ورکم زه لانډرز لرم د <آه> ناظرینو په اکلمنده چې زمونږ کوم ناظرین دي حالت دوستانو د شرب پرچې د ناظرینو واکونه یو څه زیات دینس بد کمیشن ته طرحږي پرچې زمونږ ټیم ته مربوط کېږي چې زپړې صلاحيت سره وړې جرأت سره ویلشم چې زمونږ صلاحيت صلاحیتونه د طرز عمل سره مطابق دي او هیڅ داسې اضافي غوښتنه زمونږ له خوانانه نشي وی چې هغه کوم فشار وي په کمیشن باندې کمیسیونونه خپل صلاحيت لري د بنګلی ناظرینو په څنکې هغه خپل کار په موږ کم تر ظلملونو چې مخکې جوړ شوی په دغه پرانا کې مخکې بي زموږ ټیم یوازې د ناظر په هیڅ منډکار کوي د دې نه زیات کم خاص او دغه وخته اجمل ندي بل د طرزالعملونو موضوع مطرح شو زه فکر کوم چې طرزالعملون مخکې چې کوم په طرزالعمل من سره غلې دي دغه پراناکه فکر کوم چې کار پهل شوې دي ما مخکې اشاره وکړه چې په دنه کې ځیني تخنیکی ستونزې پیدا شوې دي او تاسو یو څه نشه اشاره وه چې ځیني احساساتي برخوونه سبب لږ مشکلات کې او نابلدی د پروسیسره په طرز عمل کې خاص مشکل تر اوسه منه سندې مسئله باندې چې مشکل پیدا شوی چې یو د لسلیک مسله او د ټک مارک په ځای باندې بل هم په صندوق کې لشق پکې سونه ډیر راي پانه وي اسدا په طرز عمل کې روخانه نه و ابلې پترځامل کې لوخانه و ما خو تاسو ته ارزو کوم چې هر څو پترځامل کې روخانه شوې دي مخکله مخکنه زکه دا خو فکر کوم چې د نه منلو وړ خبره ده چې تاسو یو ځکی خپل کان ناظرین لیږي نړيوال ناظرین ملته موجود وي کمیشن موجود تاسو طرز عمل نه لري او دوه کاندیدان ال ته زید صد پاره زی دي زه فکر کوم چې زین نور ټکنیکي ستونزې حل ته ویچي پاغیم باندې باسونه شوې دي او دا موضوع اوس حل شوهي دا اوس په لړ چې تاسو پدی صداقت سره دا موضوع حل شویده ایس مشکل باقی نده پاتی شما در جریان هستین این آقای بزیاده که وقت تفاهمات صورت گرفت در موضوعی که مشکل پیدا شده بود که از بجای تکمار امضا شده به نتیجه رسیدن و یک چیز دیگر که اصولی اشاره کرد که نهات های ناظر هم بیترف نبودن به خاطر باور بالشان وجود نداره فکر میکنم موضوع را میخوایم بسازد دخش و ما هم تلاش میکنیم که دخترش بسازم. ارانجی که دوست ما از ولایت خود نمایندگی میکنم فکر میکنم اینا در مورد صحبت کردن این از دید از اینا همه چی مشکل داره. و این یک نوع دیدگاه منفی در مورد تمام کار کرده تمام پروسه ها ها حلقاتی که کار میکنند به این که هیچ کسی بی‌طرف نیست و هیچی به شکل شاید باید مطابق اصولش پیش نمیره معلوم میشه که دیدگاهشون از وضعیت حاکم پارلمان شکل گرفته امیدوار هستم که یک کمی ما دید مثبت هم نسبت به وضعیت فعلی داشته باشیم خوشبختانه با تمام مشکلاتی که وجود داشت حداقل بنبست شکست و این یک بسیار بزرگ از دوازیت که افغانستان قرار داره. در زن دو تفاهمی که صورت گرفت چیت یکی تفاهم سیاسی و دوم تفاهم تکنیکی. اینا تفاهم نهایی نشده و تین یعنی ترسیم کلی از تفاهم سیاسی و تکنیکی را نوز ترسیم نکردن کنید دایم مطرح که ما اونا یک رهنمود داشته باشند برای دو تفاهم که از اینجا شروع میکنیم و بالاخره تا اون مرحله ختم میکنیم و کار حل است. دیگه مشکلی در پیش شوند حتی برای تفاهم سیاسی تصویر کلی ترسیم نشده که امیر حکومت وعده میلی چیگونه خواهد مسئله بحث تکنیکی که متاسفانه در اینجا بیشتر کمیسیون مستقل انتخابات نقش داره که میتونه در بخش تکنیکیش خوب و تا ای که بتونه کمک بزرگ برای حل مشکلات تکنیکی در قضیه که بین دو کاندیدا بود بتونه باشه مسئله دیگه که میخوایم کوتاه بر اشاره کنم دوست عزیز که ببینید هر کی نظرش قابل قدر است هر کی دوست داره نظر بده هر کی به عنوان یک شرمنده افغان نظرات خود در مورد ارائه میکنه ولی به این معنی نیست که نظر هر کس نظر نهایی باشه و نظر تثبیت شده باشه آزادی بیان است هر کی حق داره نظر بده ولی هیچ کس نمیتونه قضاوت کنه قضاوت ما فکر میکنم کار خیلی آدمای بزرگ نیست حتی آدمایی که در سطح بسیار پایین قرار دارن اینکه کی به طرف است کی به طرف نیست ما فکر میکنیم این قضاوت بگذاریم برای مردم بگذاریم بگذاریم برای کسایی که واقعا نمایندگی از مردم میکنن و واقعا مردم در کنارشون است و و تارستان در پروسه دخیل باشن حالا وقتی که من میگم که فلان آدمی طرف قرار داره یا یا بیطرف نیست من میره از کدام من به میگم اما چارچوبی که من برای استدلال خود دارم برای برای تفسیر خود دارم این چارچوب از کجا شکل میگیره کنار بی, که اینا انتقاد کردن که نه ها بیطرف نیستند نیستن طرف هستند اکثرشان یک چیزی که بعضی مردم انتقاد میکنه بالای مناهات می مثل تیفا و فیفا و دیگه غیر های ناظر و مشاهد انتخابات افغانستان کسن میگن که اینا هم کارشان فقط خلاصه به صحبت در مطبوعات شده و دیگه میگن زیاتر از پروسر از لحاظ تکنیکی نه از لحاظ سیاسی زیاد صحبت میکنن بحث میکنن و مشاهده میکنن چقدر با این مردم موافق هستین گپ مفت اگر قرار می بود به گپ مفت هم تاکسی و مالیه پرداخت شاید کسی صحبت نمیکرد ما بازم تاکید می کنم به نظرات تماما احترام دارم و بعضی صحبت ها شکل می گیره از خود امی رسانا کم چک مورد هم. مردم هم چه گپی ندارن مردم همیشه تقدیر کردن ما در کنار ازی که در رسانا هستیم بیشتر از 8000 ناظر داشتیم ما یک ناظر خود از دست دادیم یک ناظر ما زخمی شد در ولایت وردک ما با تمام مشکلات دست پنجه نرم کردیم حداقل تلاش کردیم که حضور داشته باشیم پروسی انتخابات در کل پروسی خیلی خوب بود مردم مردم اشتراک کردند ولی تلاش شرط گرفت که پروسه بسیار سیاسی بسازند ببین دیدگاه های هر انسان در موقعی که قرار داره در سطح زندگی که قرار داره بسیار فرق میکنه یک انسانی که در یک موقف است یک انسانی که دید قومی داره نسبت به یک مورد نگاه میکنه یک انسانی که دید سیاسی داره نسبت به یک مورد نگاه می‌کنه. یک دید انسانی که دید شخصی داره به یک مورد نگاه میکنه به این معنی است که دید اینا دید نهایی است قانون اساسی است و چی اون که اینا میگن دیگه همو گپ در افغانستان بوده ما دیگه بهبود پیدا نمیکنه وضعیت همه چی خراب شده تلویزیون طولان به نیست نهادان به نیست کمیسیون به نیست مشکل داره پس پس ما چرا داریم صحبت میکنیم چرا در مورد بهبود صحبت میکنیم اما فکر نمیکنه اگر از یک زاویه دیگه آقای ابزاده تماشا کنیم که همه چیز ثابت می سازه و سخه میگذاره به طرف نبودیم. اگر به طرف می بود کار درست میکردن چرا وزیر خارجه یک کشور دیگه می اومد اینجا میون جگری می تو یک راه حل پیدا میکرد ببینید نهادها همون نیست که بالای همه نهادها بی‌باری وجود داره بین که دوست که دوستم کردن گفتن که همه مشکل دارن و اکثر نه اینه در کل طرف قرار دادن ما فکر میکنم هر نهاد مطابق قانون کار خود انجام داده فعالیت های خود تنظیم کرده مدیریت کرده و تا جایی که صلاحیتش بوده کار خود پیش برده با این که اون نهاد هیچ کاری نکرده ما همیشه یک چیزی که در افغانستان حاکم است متاسفانه دید منفی نگری این منفی نگری به حد نهادی نشده در جامعه ما که ما این بخش مثبت قضیه را همیشه فراموش میکنیم ما با تمام مشکلاتی که داریم حداقل این می انتخابات تا امروز پیش رفته که همه اردو راضی شدن که پروسه تفتیش صورت بگیره و پروسه تفتیش خوشبختانه سه روزش خیلی خوب پیش رفت همگی استقبال کرد واقعا یک روند خیلی عالی بود یک گزینه بسیار دقیق برای شفافیت پروسه بود اما ما نمیتونیم تلاش هایی که کاندیدای محترم کردن نادیده بگیریم تلاش هایی که نادای ناظر کردن نادیده بگیریم یعنی تمام تلاش ها رو منفی ازی کنیم که اینا طرف قرار داشتن بین ما خواهشم از تمام شهروندا به وجه کسایی که میگن ما نخبگان هستیم در کشور که ما وقتی که صحبت میکنیم مسئولانه صحبت کنیم در مسائلی که امروز بسیار مهم است و هر صحبت ما صدها بین نداره که میشنو اگر ما غیر مسئولانه صحبت میکنیم فردا ما پاسوگو باید قرار بگیریم در مقابل ملت که وضعیت به طرف کدام طرف رهبری خواهد شد تشکر استاد یک موضوع دیگه در مورد سرعت پروسه است فکر میکنید اگر این پروسه چه قدر بتی باشد و استا پیش برد شاید همون مشکل پیدا کرده برد بدرازا کشانیده شود با نظر شخصی من سقف زمانی را که اردو کاندید محترم کمیسیون مستقل انتخابات و دو شرک های بینولیم و با او تفاهم کردن که حدودا سه هفته زمان میگیره فرصت زمانی یا سقف زمانی ضرورت است تا این پروسه نهایی شد بعد نتای جلان آنچه ما در سه چهار روز گذشته شاید بودیم از روند شمارش یا تفته شارا باور با شخصی ما از که پروسه یک مقدار دیگه هم خواهد شد یعنی سی... در سه هفته نمیشه باور از که با پروسه زمانگیر خواهد بود ما و ما امیدوار هستم که اینا بتانن وظایفشن و با انجام میدن ارگو پروسه یکی دو هفته اگر تحویل میشه ولی اگر نتایج پاک انتخابات بسلا برخم بر, بر مردم کشیده میشه میشه بگویم رای پاک از رای نپاک جدا میشه با اینه باید ما خدا تشویش داشته باشیم نکته پیشتر که شاره شد گویا جناب وصولی صاحب اشاره کردن به جای امضا و تکمار که هم فکر میکنم که آقای پویان گفتن که در طرز عمل وجود داشت باور ما از کارگاه در طرز عمل چنین چیزی وجود می داشت اگر با جای تکمار شما امضا میکنید واسه مشکل وجود نداشت نمی داشت باور ما از بازم میخوام تاکید بکنم که مشکل اساسی یا مشکل کلیدی هنوزم در طرز العمل است زمانی که شما من 600 برگر مطرح میکنین که در یک صندوق بیشتر از 600 برگ باشه طرف ابطال بره شما حتما در جیجان هستین در یک محل بیشتر از 600 برگه رای نشوده هرگاه در یک محل 600 کاندید به اصطلاح یک رای میگیره طرز عمل اگر حکم بکنه که طرف ابطال بره با در دو کاندید محترم قبول بکنه زمانی که تیم دکتر شعب عبد الله عبد الله میگه این طرف ابطال بره با طرف مقابل قبول بکنه هرگاه این در چکل لیست وجود داشته باشه اگر نداشته باشه بازم مشکل اساسی در طرز عمل است نکته دیگه که خیلی میتونه مشکل باشه متاسفانه در افغانستان در شرایط فعلی ما در ارتباط به اینکه نادای محترم به صلاح جانب داران عمل میکنه نمیکنه ببینید در کلیت کمیسیون های محترم مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی به اساس حکم سری قانون آمدن و وظایفش گرفتن ولی متاسفانه افراد بودن در این کمیسیون ها که روند مردم افغانستان ایروند ملی مردم افغانستان یک مقدار به بیراه بردن من من یک شهروند باور ما که دو تا کمیسیون های محترم به اساس حکم قانون آمدن و وظایفش را شروع کردند در شک وجود ندارد در کلیات با تمام شهروندان افغانستان ما با آقای عربی موافق هستم با دیره ولی توجه داشته باشین که نکته که اینا اشاره نکردین است که افراد در کمیسیون ها بودن که بالاخره تصمیم میگیرن رئیس دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات تمام پروسه مردم افغانستان و به بیراه برد در این بود ما صحبت بکنیم درست است که کاندیدا آمدن افغانستان از بنبست کشیدن ما من از یک شهر من از یک فکر نمیکنید که امتیاز به کاندیدا داده نمیشه اونها از بنبست نکشیدن با بنبست برده بودن کس دیگه آمد افغانستان از بنبست کشید حد همکاری کرد حد دو کاندید خو میخواستن به طرف بنبست ببرن حد دقل امید تو کاندیدا زمانی که من سفارشات یک بیرونی را قبول میکنه هم خودش میشه جزء اون مو روند است که افغانستان را برنده شد چرا داشته باشن جزء پذیرفتن خب ما میدونیم خوشو نیست سوال جواب بدن حداقل ما بعد استقبال بکنه که دو تا کاندید محترم میان با سفارشات یا با مشورایی که شما در جیان هستین دیروز ما او نه اولی جمهوری سجد اما فکر نمیکنی استاد بسیار ببخشین که زمان میتونستیم ما از اینا از این کارشان استقبال کنیم و اینا را آفرینی بگوییم که یک قسم میپذیرست پروسه را میپذیرفتن که آرا تفتیش شوه آرا پاک و ناپاک جدا شوه هر کسی که شد ما برش تبریک میگیم حکومتش مبارک و هم کارش هستیم وقتی که جورامت بالای قدرت و چوکی باشه ما نمیتونیم اینا را بگوییم که آفرین و کار کردن درست که افغانستان از بون بس کشیدن بختیار صاحب ما در برنامه وقتی که ظاهر میشم میم یک تفکر انتقادی دارم نسبت به حکومت افغانستان دا آقای دوستا فکر میکنن که چرا استاد همیشه تفکر انتقاب... انتقادی نسبت به کارکردهای حکومت داره بازم باور ما است اگر یک اراده سالم یک اراده آهنین یک اراده نیک و پاک نسبت به اندیشه سیاسی افغانستان در حکومت افغانستان میود باور می بود که انتخابات به بیراه کشیده نمیشد ارگو حکومت افغانستان ماهده استراتژیک یا توافقنامه امنیتی با آمریکا امضا میکرد ما امروز چاری مشکل نمی بودیم حکومت افغانستان خان از می بود که انتقال قدرت به صورت به صورت مسالمت از حکومت افغانستان به رئیس جمهور منتخب آینده افغانستان صورت می گرفت ما مشکلات و پرابلم ها نمی بود اما رئیس جمهور اگر توافقنامه استراتژی که با آمریکا امضا می ر... میکرد امروز شاید به خاطر حل مشکل انتخابات افغانستان هم آمریکا پیاده نمیانیم نمیکرد ما اصلا اصلا دشاری مشکلات و پرابلم ها نمی بودیم. توجه داشته باشین که در شرایطی که افغانستان امروز متاسفانه زندگی کند مردم افغانستان زندگی میکنند حکومت افغانستان و قوات های امنیتی افغانستان دارن پیش میره خیلی مشکلات و پرابلم داریم هر روز شما بهترین فرزندهایتان از دست میدین بهترین شهروندای سرزمین امروز در دفاع از سرزمین از دست میدن یگانه علتش امضا نشدن توافقنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا است هرگاه حکومت افغانستان شخص آقای رئیس جمهور یک اراده آهنین یا اراده یک نسبت به مردم افغانستان نسبت با ایند افغانستان می داشت انتخابات افغانستان به مشکلات دشوار نمیشد شما بارها از اعرادات سخنگوی محترم تیم اصلاحات هم گره شنیدین زمانی که اینا پیشنهاد میکنن به پای رئیس جمهور که یک اصلاحات اساسی و کلیدی در کمیسیون محترم مستقل انتخابات و شکات انتخابات اجرا چوال رئیس جمهور تواجده گفت اشاره شود تصولی سهم شرکت کنوز و ملقاتی هستند که کوشش میکنند که انتخابات افغانستان دوباره به طرف شک وجود ندارم با آقای اصولی کاملا موافق و ملاقات در داخل افغانستان علاقات منطقوی استخبارات منطقه کش میکنن که روند ملی مردم افغانستان با بیرات بکشن توجه داشته باشین که اگر ما امروز یک انتخابات شفاف آزاد و عادلانه داشته باشه این تاثیر میکنه برای 20 سال افغانستان هرگاه انتخابات شما امروز با بنبست میشه هرگاه این روند ملی مردم افغانستان به از بین میره توجه داشته باشین که تاثیر مستقیم برای 10 15 20 سال آینده میکنه هرگاه امروز یک تهداب مستقیم یک تهداب درست شفاف و آزاده برای این افغانستان بگذاریم فرزندهای ما ده سال در 15 20 سال آینده میتونه در یک فضای بهتر زندگی بکنه باز امیدوار هستم که توافقاتی که میان دو کاندید محترم صورت گرفته قسمت عملی شدن آن توافق صورت گرفت در دو کاندید محترم توجه بیشتر بکنند تا ما شاهد کشمکش های بیشتر در افغانستان نباشیم شهروندان افغانستان دیگه توانمندی را نداره این ظرفیت بسلا شاهد بودن پرابلم و مشکلات در افغانستان ندارن امیدوار هستم توافقات به وجه حسنش بسلا عملی شا تا شاهد شرایط بهتر باشیم و و, و یگانه گزینه و یگانه را قاعده که میتونه زعی ماینده سیاسی افغانستان تعیین بکنه مرای پاک شرمنده افغانستان باشه در قدم نخست بعد اینا که من سر مسائل سیاسی صحبت میکنن سر حکومت مشارکت ملی صحبت میکنن و یا هم سر حکومت وحدت ملی صحبت بکنه کش بکنه اولویت دوم موضوع حکومت مشارکت ملی باشه اما موضوع اساسی باید جدا کردن رای پاک از ناپاک باشه توجه داشته باشین که اگر ما سر پاکسازی آرای مردم افغانستان توجه نکنیم بل. شما پنج سال بعد دیگه شهروند افغانستان نمیتونید صدا بکنید شما نمیتونید ندا بکنید تا 5 سال بعد افغانستان یک, یک و نیم سال بعد انتخابات پارلمانی شما نمیتونید سال بعد که انتخابات پا... یک سال هم کمتر که اون 12 ماست و یا پنج سال بعد شما نمیتونین که ایجاد باور بکنین بیان شهروند افغانستان که بیان رای بتن هرگاه شما امروز رای پاک از ناپاک جدا نکنین دیگه مردم باز اعتماد نمیکنن مردم رای دادن به قیمت کلکشان مردم رای دادن به قیمت جانشان ما امیدوار هستم که رای پاک از ناپاک جدا شه بعد اگر میرن طرف حکومت وحدت ملی و فکر میکنیم یک کار یو مسله چې شره وو شو چې ایب زاده سه بشره وو چې په افغانستان کې لوستون زاده چې هر څه منفي زاويه او تکتل کیږي ټول باندې بي باوري شتون لري تاسو وګورئ د انتخاب او د وزارت لپاره هغه نه حدونه چې د دنیا نه پیسې اخلي هغه نه حدونه چې دي سیاسي <سؤال> احزابونه په سياسي اخلي يعني هداونه چې د ام سي ام مملکوونه په سياسي اخلي ترڅو دوی نظارت وکړي دلته په افغانستان کې دوی ته دي په ځای چې نا امن ول ولایاتو ته ټول <سؤال> ولایاتو ته د افغانستان ټول <سؤال> محلات د نظارت او پوښښ لاندې راولي به مسؤلیت خبرې کول صرف داده مان نه لري چې دوی خپل وظیفه سره تر سره ولیدل دلته په افغانستان کې ده ده ده, ده نهادونو د ننګولو اشخاص احزاب او هر نهادونه چې د دوی سره پدنګولو کې کومه کړې د هغه معلوم دي تاسو وګورئ د انتخاباته کمیسیون د شکایتو کمیسیون ملل متحد بحريني ناظرین فیفا د افغانستان حکومت او بل خصوص د افغانستان ټول خلک هغه وایي چې موږ انتخابات دروست تو انتخابات شي وي یو ډاکټر عبد الله یو تیفا وایي چې نه ته په کومه اساس وایره ورسنه دی ورور ته والید عبد الله پڅان کې د ریګ ولید افغانستان د خلکو پڅان کې نه دري او تبلو ته وایي چې منفي د منفي اړه کوي دا ته د منفي اړه د افغانستان خلکو د ټاکنو انتخاب درست نه و دا د ټول ناظرین د ټول دنیا ناپاک دی او د ناظر پاک دی دا ټول ناپاک دي ته په خپل استا منفي موجګيري وطن بحران تبي استا منفي موجګيري دغه وطن غرق تبي ما kawa بلې است خدای ولید سې کوي دا د اشخاص مسولیتونه هم معلوم دي زه فکر کوم چې به تر به دا غوي چې موږ په ګردوی میزونو کې د داډول خبرونه چې اشخاص توهین کو او په خپل ديو ناچیزو مسایلو په په مقابل کې یاب سیاسي خبرو او یاب سیاسي حرکتاتو او یاب اقتصادي مسایلو خرڅو د ډیر بل خبره ده د افغانستان د ټول نهادونو د د د د تزييف کېوي او بي باوره کېوي تاسو وګورئ څردانه نورځي پوری د انتخاباتو ولی... او د شکایتو کمیسون باندې د ډاکټر صاحب عبد الله د ټیم څخه باور نهسته ولی قانون نه مني هغه جانته اساسي قانون نه مني تابي باور کړی دي ټول قوانين او ټول مسایل نن بیا هم نن بیا هم کستا پزړتاته چوغواک درکوي ته هر هغه څه چې په افغانستان کې کېږي مني کستا پزړت چوغواک نه درکوي ته هیڅ نه مني ته د جمهوراکس چیرې کوي د ډاکټر اشرف غنی ټیم باستا ټیم نه مانی ته د افغانستان حکومت نه مانی ته د افغانستان حکومت ته چیلنجی ته د افغانستان خلکو ته چیلنجی نه بابا دا ما kawa دا ولي کوي قانون پذیر او سیګه قانون و مننه په قانون کې چې سره غلی دغه سره آرام ژوند وکوا ته په افغانستان کې ځانته پاتې مرجمات ځکه قانون نه پوره غوښتنې دي تاسو وګورئ موږ په نظرایت د انتخاباتو د دوه تفتیش باندې بحث اصل روانو خبره بقنه غواړم ووته لزک دوستانو د خبري وکړي چې خبري سړی احساسات کوي ځکه د واقعیتونو نډې لري دي هغه خبري چې دوی کوي د خپل دید نه ارزوري او د دی دوی د ټول منفي دي دلته په افغانستان کې بیا هم په خپل زړه باندې لکه د دوستانو په زړه ما خبرې و نه کړې دوی غوښتل چې په خپل زړه باندې هرڅه وویني أما غزما ولا خبره شو لایندې نن انتخاباته د رايو مساله ده په خپل زړه یې غواړي چې دغه سیده او دا بد ده او دا غلطه ده او دا سیده څه زداوامه چې هر هغه څه چې د امریکا د بهرنوي چارو د وزیر لخواد حغلی ولسمشر په موجودیت کې د دوی ترمنځ تفاهم شوی هر څه چې شوی هر څه چې شوي هر رقم نظام د دوارد د دوی ترمنځ بوي څومره چې زه خبر یم سعید صدر اعظمي په دوه کال وروسته بلوی جرګه غوښتل کیږي لوی جرګې کا اجازه ورته ورکړه اجراییوی ریاست ته هغه نظام چې پروسیه پر کې حاکم دی په هغه دول صدر اعظمي دوراله نوري دوام نه فر هرڅوک چې بازنده شو چې برینده وي هغه به ولسمه شریده افغانستان چې بازنده شي به با د افغانستان صدر اعظم بکیږي حمو تفاهمات او په نتیجه کې و سراشي نور دا بحران مړی روي هر هغه څه هر هغه څه چې د انتخاباتو کمیسیون تاسې توایید شکایت کمیسیون تاسې توایید لای هیلري قوانین لري او چې په صندوق کې دي هغه و منې ک تاسو دامن نه منې دا دامن لري چې دا وطن بحران طبيعي تر ټولو تر ټولو مهمه خبره کول غواړم هغه څه دي تاسې ولیدل کوڅو ته راوتل د خلکو د دوی حق ده د هر انسان دوی کولای شي چې مدنی حرکت اجرا کی هغه په زرهاو خلک راوځي یو نفر راوځي 10 نفر راوځي زه د دینه ډاریدلم چې یو جانب کوڅو تراوتلې خدای نه خواسته د 100 میلیونه راي چې استعمال کړي دا کدغه خلک راووتل دا وطن ټکر شو دا وطن بحران ته لاړ اوس خوشاله پدیم چې هدا عقل دا, دا غوې راوتل نه مخنیوي اوس اگر ونه وتل یو طرف راووت دا مسله باید حل شي د ډاکټر ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله بن نقق کو چې تاسو دواره افغانان واقع افغانان وي او خپلې غټي د ترته موتبر دي د افغانستان د غټو نه لوړې نه غنی تاسو لوړې نه دي پس بینه ان تاسو دغه انتخابات چې د انتخاباتو کمیشن کو ټول سنخول راټولوي د نړیوالو ټولنې په منځګړي توپ سره او د ناظرینو په موجودیت سره هر هغه څه چې صندوق کې دی غومه دي غنی دا تر اخیره پورې نخلاسيږي مانو یې صاحب ورته وایي زړه د غو راینه منم دا راه غلطه ټیک مار شې ما خبره طرزالعمل ته بیا مرغه که طرزالعمل او قانون موجود وي خو هرڅه باید قانون قوالین شته نه نه طرزالعمل هم شته څوګی نه منی قوالین د انتخاباتو مو ولي و نه منل ټوله خبره په دارالنشا پر رئیس باندې راګرځي هغه هم تروسه محاکمونو د پریکړه کړې چې د مجرمو درحانه کې حقيقي کار کړی دی وطن تاغه دی وطن بچای دی خود دغه سه حال د زموک چ قانون شګنه منی نو طرزالعمل به څنګه و منی دلته دی زور دی زور خ... دی, دی زور خبره د ټوپک خبر د ټوپک ميل ده, 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 ده. دلته ديزور خبره جنگ سالاري ده دلته ديزور خبر دلته خبره چې دوی په څوکړسي باندې کېنوي يا به جنگ سالارو سيګ يا ټوپک سالارو سيګ يا یا... هغه داډمارو سيګ چې د افغانستان ټولې سياس اقتصادي زیربينوي د دی ديار لسکا چور کړلي بلن منزل راغلي په یو کمپله کې وي په یو په یو پټو سره راغلي وینن د خدای بلن منزل لري په افغانستان په د دي 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 افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نن په 3000 4000 مسالح نفر لري نن لاس لاس شل شل دیش د لاند کروزران لري دا خلک چې قانونونه مانی نو طرزو مال به څنګه درځو څه مشکل دی دا فکر کوئ چې قانون مانیل کیږي بالکل ما حاول ول کلولي لا جاي وایم مګر هم دستان ته خواند ورنکه تاسمه تا د افغانستان وګړي یاست فورملی سایم هم د جناب رئیسایم دغه سي دا ټول افغانان چې دا وسره تنهستي آی قوانين په افغانستان کې تطبیق شوی دی زه چې دی ولسی جګې وکیل هم هرط قانون تصویبومګه مګا لګو حکومت حکومت وای بالکل رئیس جمهوریت او شکی چې زه تصویبوم مګر په عمل کې دغه انتخاباتو قانون ته آی د د د دغه بنور کړل شوی دا د د اجراییه بړ دا تطبیق شوی دی نه هم دغه چې نقص دی اساس د انتخاباتو قانون د چا د خوانه تاسو وینئ ټول افغانانی ویني چې د انتخابات نتایج نه منل من منکم وخت پوره فقط جنبندی میکنم و کوتاه که احترام به قانون نیست و قانون پذیرفته نه میشه اگر قانون پذیرفته میشد یک مشکل به میان نمی اومد ببینید در دموکراسی یکی از اصلایش حاکمیت قانون است که بدون شک در یک دهه گذشته حکومت قانون مشکل داشته اما چند نقطه را می خوام مشوره کنم قبل از اینکه جنبندی را کوتاه دو جمله در مورد صحبت داشته باش. ما فکر میکنم که دوست ما معلوماتشان کمتر از در مورد پوشش نظارتی و در مورد نظارت انتخابات و در مورد مسائل تکنیکی انتخابات امیدوارم که اعلامیه که ما داشتیم و بیشتر از 50 کلیپ ویدیویی که از مشکلات ما جمع آوری کردیم اگر وقت داشته باشن ما در اختیارشان یک روز خود قرار میتونم تمام اسناد با اینا شریک میکنم که باز اینا قناعت کنن که واقعا ما تنها در حرف هستیم یا در عمل چیزی در دست داریم یا حرف هوایی داریم میزنیم یک مثلا مسئله دومی که امروز تمام دستندر در به با شمول دوست ما نماینده از تیم دکتر اشرف علی احمدی هست و کسای دیگه که در پروسه هستند در انتخابات تقلب صورت گرفته همگی با ما موفق است در انتخابات تخلف صورت گرفته همگی با ما موافق است در انتخابات بینظمی صورت گرفته همگی با ما موفق است در حکومات در انتخابات مسئولین حکومتی به یک نحوه فشار وارد کرده برا همیا تماما این مسایله میپذیره آیا انتخابات ما ببینیم در اول استقبال کردیم که انتخابات واقعا با حضور گسترده مردم برگزار شد این یک موفقیت بسیار بزرگ است یک تمثیل بزرگ از دموکراسی است اما ما به خاطر اصلاحات به خاطر بهبود پروسه مجبور هستیم نقاط ضعف هم که پروسه داشته نقطه نظر تکنیکی باید او را برملا کنیم و او را روشن بسازیم تا اینکه مورد توجه قرار بگیره و در انتخابات آینده دوباره تکرار نشه اما این دوست ما که می بازم تاکید میکنم با احترامی که برشون غیر مسئولانه طرف قرار می تک نهاده بین اینا اگه واقعا مطمئن هستن برای اون چی که میکنن اسناد رای کنن ما در خدمتشان ما حاضر هستم که شخصا استفاده بتم اگر نه که تنها حرف هوایی است و احساسات خود را در صحبت خود شریک کنند. تشکر است که توجه داشته باشین بلند کردن صدا خواهان و خواستن ای که آرات هفته شود از زمانی که ما مقاطعه میکنیم با کمیسون زمانی که میگم رای پاک از ناپاک جدا شد برای آقای اصولی صاحب میگه این به معنای زورگویی نیست به معنای تطبیق قانون است زمانی که شما میگین که آرای پاک از ناپاک جدا این تطبیق قانون زمان شما میگین به ها بیرون میشین حق تانه تا میخوان این قانون حکم میکنه صحبت های اول اصولی صاحب با صحبت های دوم اصولی صاحب کاملا متق... متناقض است ما میخوایم اینو توجه کنن که زمان اول میان میگن که نهاد مستقل در افغانستان وجود نداره همگی هم رو متهم میکنن بار دو میان از کمیسیون های مات میکنن آقای امر خیلی مات میکنن از, از... از تطبیق قانون صحبت میکنن یک در قدم نخست میان یک سمترا میکنن در قدم بعدی

جناب جناب ایشان که زمانی که برن اجازه بده در نوبت در نوبت صحبت کنیم اصولی صد در نوبت صحبت نه نوبت شما نیست بسیار وقت ببینید فرمولی صاحب اخلاق نوبت ما اصولی صاحب پیش شما تقاضا داشت ما تیم شما که شما اخلاق نوبت ما اجازه شما با نوبت صحبت شما شما غلط تعبیر کردید نه با در نوبت که رسید شما تعبیر درست بکنید زمان که شما خانه میرین بحث یک بار مجددا بشنوین زمان زمانی که من دکتر صاحب عبدالله و فلان نهاد تنها این دو نهاد است که قبول نمی میکنه توجه داشته باشین دکتر صاحب عبد کسی بود که بیشتر از 45 درصد 46 درصد آرای مردم افغانستان در دور اول گرفت اجازه بدین خب این اجازه بدین که مردم چیز بکنن یک بار شما میگین شیر سفید از بعد میگین شیر سیاست امیدوار هستم های معظم افغانستان صحبت های ما را میشن مجدد این برنامه را بشنن که آقای اصولی چقدر گویی میکنن یک بار تمام نهادهای که در افغانستان حضور دارن کار میکنن، فعالیت میکنن اینا را متهم میکنن، محکوم میکنن بر جانبداری, جانبداری. بعد میان میگه تعداد از این نهادها خوب است فردی که امروز متهم از شهروندای افغانستان انتخابات مردم افغانستان بدنام کردن من از اونها حمایت میکنن ما نباید با با سخنگویای افراد و اشخاصی که روند مردم افغانستان به بیراه کشانیده اما شما ف... مست فکر میکنید که زمان ما در مورد کمیسون و افراد در کمیسون حکم کرده میتونیم که تفتیش خلاص شود نتیجه ببینیم که واقعا چقدر رای تقلب شده چقدر جعل بوده و چقدر دست خورده یارا سعی کنین رئیس جمهور افغانستان زمانی که ما مطرح میکنیم دوستان میگن چطور یا چکار. رئیس جمهور افغانستان من ایسه فرد اول مملکت مسئولیت داره که حد پرسان بکنه از نادای اما اگر قزای... شاید اگر صدای خدا بلند میکرد من نیست مداخله داشت نمیشه خب رئیس جمهور مداخله نمیشه رئیس جمهور میکرد. میکرد. افغانستان نیست. نباید زمینه را قسم مساعد میکرد به اعتمادی را در افغانستان قسم ایجاد میکرد قسم به اصلاح ترایی میکرد که, که امروز یک جریان کلان میاد نسبت به رئیس جمهور نسبت به کمیسنا بباور میشه هرگاه رئیس جمهور نادای مسئول در افغانستان باسو څوګم سري قانون اساسي افغانستان وزیر شنه انجام مېدات باور مې ان بود چې بيتمادي زد نه شي پټيلاند ته توګه باندې کولا سره خبره د نړیواله بيتماتاش د دوستان پښتوجه په خځد کې مو ویلي فيفا او ديفا یاد کړی مې دي تاسو ګستاانو او ووري دوستان پښتوجه وکي موږ سره مشکل لري زکه د دوی سوې تفاهمو سره علاقه له د مخکې د بحران خبره بیا مطرح شو زه په دې فکر کوم چې اوسمن په داسې یو مرحله کې و چې باید لدیر احتیاط او ځغم نه کار وکړو زکه کلک زرا به هدايتي په دې کې صورتونی سي خدای نه خاصه مشکلات نور هم زیات دي باید د مشکلات کم وکم زه په دې سراحت سره وایم چې موږ د اول نه د غه روسي د قانوني بشپړې دوه طرفدار وو او د اول نه موږ د د قانون د اساسي قانون پرانکه ټولې خبرې زمنګ تنظیم شوی وي او مخکې چې د اصلاحاتو ام پالني ټیم پدې باندې تایید کاوه چې کله څلور ځرای تفتیشي کله اعتذر کله وځره کرے کل کل شپږ ځره بیا بل اخر یو لځره درځه دا زموږ пешниҳоدو د دې لپاره چې دا, دا, دا بحران ختم شي دا مشکل حل شي موږ пешниҳоادو کوم یو قدم وړاندې لرو مېل چې 100% د اورات تفتیشي زکه یا یعنی موږ پدې باندې باور درلوده ک هره څونه دا تفتیش وشي ابیا هم یو مشکلات او بهانه منسترزی نو د دې لپاره موږ د 70% وړاندوکو اوس امیدوار مچ یو سلسله احساساتي برخردونه لکه موږ مخکې چې ما ویلی باید ونی شي زه خبر شوم د افغانستان ټول خلک د خبر دی وره چې جناب مانوی صاحب یو ډیر ښه شخصیت دی د وسلی سره مخکې په کمیشن کې نه وته لورسو رض مخکې او څه احساساتي برخرد چي دغه نتیجه کې د مشکلات ما سره غلی او په ډیر تاسف سره ګورم وس یو نوې مرحله کې باید دغه کډتایي خبری دغه دغه بحران خبری باید خطم شي نو منځ د جناب منوي سبناډیرلوه ګلاله ورو د اوسم پاس لدنې چې د ټول مسایل سره د هلکې دو په حال کې دي او د جوړېدو په حال کې دي د هم اوسم د کډتاو خبره کوي د قماندانانو خبره کوي د مشکلاتو خبره کوي چې زني مشکلات او زني کډتاو هیلل لرم دوستانو راځي چې دا حیواد زمونږو تاسو مشترک هېڅوک په دې حیواد کې د چا نه برتر نه دي په هر سويې چوي هېڅوک د چا نه برتر نه دي او هېڅوک د چا نه کم نه دي مونږ بیا هم وایو زمونږ د پالیسي د زمونږ ستراتیژي د زمونږ د ټیم چې هیاوه رایا چې زمونږ په ناپومانه چا استعمال کړي وي او غو ناپاک وي موږ دا نه غواړو ان زه هيله لرم چې په دغه سي یو چوکات کې چې هغه قانوني غوړی زمونږ د هیواد خلک غوړی خلک زحمت په دغه سي چوکات کې لار شو نور دغه کوده تای خبري او دغه دغه مشکلات زیګون کې خبري باید من سره نشي زه د یو د اوصولي د دایمي اصول په هیلا ان شاء الله تعالی زموږ امیدواریم چې د انتخابات به تساستول نه پدې باس کې ګډون وکړ کور مودان تاسو لیدونکو هم مونږ نه کوم ستردی د زموږ ملتي او تربیته خو ته پامه